شب نشینی حالو خوش آمدی ای دوست قصه برای بچه های ریشدار نوشته محمد علی جمالزاده قصه دوم نوروز و عیدی خدا خالد داد سابقه کار در یکی از خانه های تهران که شرحش را به قلم مخبرین جراید لابد مکرر خانده اید و عموماً به نام بیغوله و زاغه خوانده می شود و همه مزلت و مصیبت است و خدا را شکر که دارد از می رود و کندوی زنبور اصل را به خاطر می آورد و در هر اتاق کاه گلی تنگ و کمفضا و بی پنجره اش گاهی شش هفت نفر زندگی می کنند در نزدیکی میدان کاه فروش ها بیوزن بی و کار بیچاره پنجا و هفت ساله ای زندگی می کرد به نام حبیب سلطان شوهرش به نام مشتی قمبرالی از اهالی دهی از دهات اطراف نتنز وقتی هنوز زنده و برازنده بود در بازار پاچنار دکان دوغ فروشی پاک و پاکیزه ای داشت و برای خودش سر و سامان و شهرتی دست پا کرده بود و هر روز به کرات و به صدای بلند شکر پروردگار را به جایی می آورد و می گفت صد هزار مرتبه شکر به داده ات شکر و به نداده ات شکر نعنا و ریحان و پونه و ترخونی که در تقارهای سبز و آبی دوغش می روی تقار شناور بود چنان آن راستای بازار را معطر و خوشبو می کرد که وقتی آدم از آنجا رد می شد دلش می خواست همانجا پاسوز کند و مدتی سینه و ریه را از آن عطر گوارا آکنده سازد مشتی قنبرالی ته صدایی هم داشت و از صبح تا غروب آفتاب صدایش زیر سقف بازار می پیچید که سفرا کنه دو، جیگر جلا میده دوغ تب رو میکشه نوبر و میکنه دوغ آی دوغ آی دوغ خنک آی دوغ تازه صدایش پر بدک نبود و به دل می نشست و مانند بسیاری از هموطنان از شعر ساختن هم عباب و امتنایی نداشت و درست حسابی خودش را یک پا شاعر و بل و بلبداه شعرهایی در وس. و منقبت دوغش می ساخت که هرچند از لحاظ وزن و قافیه با علم عروس جور در نمی آمد ولی چون تکی کلامش در هر بیت و مصرع کلماتی از قبیل گل و بلبل و آب روان و تراوت سبزه و ریحان و نو عروس چمن و دشت و بیابان و جلگه و صحرا و سایه بید مجنون و وصل و بوس و کنار و اشاراتی به ایشونوش و کامکاری خسرو با شیرین و ناکامی فرهاد و امثال این نکات دلفری بود خوشایند اهل بازار و در واقع برایش مایه مشتری تراشی بود زنش حبیب سلطان در خانه دستگاه ماستندازی دست و پا کرده بود و در این فن ملی استاد شده بود و ماستش را دست به دست می بردند. شوهرش هم هر روز از آن صبح که هنوز دکان و بازار باز نشده بود پس از نماز صبح دو سه تقار پر از ماست روی طبق برسر سر می نهاد و به دکان می برد و با عشق و نشاط سرشار مشغول ساختن دوغ می گردید و به محض اینکه فراغتی می یافت و میخواست خواست نفسی تازه کند عرق پیشانی را با آستین قوا پاک میکرد و در حالی که به چپق پک میزد صدایش بلند میشد که ای قناعت توانگرم گردان نتنز از اسفهان پر دور نیست و دو خروش ما هم مانند مردم اسفهان اهل سلیقه بود و در و دیوار دکانش را با مقداری آینه های قد و نیم قد و زنگ و زنگوله و شمایل و جام برنجی زنجیردار چهل بسم الله و امثال این چیزها زینت داده بود و با خط نستعلیق زیبایی این عبارت را به نوش به یاد لب تشنه شهید کربلا بر قطعه نوشته بودند و تذهیب و قاب کرده و بالای سر دکانش نصب کرده بود. روی هم رفته کارش گرفته و به اصطلاح سکه بود و غم و قصه ای نداشت علال خصوص که دکانش دارای پستوی هم بود که در واقع حکم انبارش را داشت و آن را داده بود پا پاوک و کپاکیزه با گچ سفید کرده بودند و قلمکاری هایی را که از یخدان لباس های ایالش درآورده بود به در و دیوار آویخته و با اسباب هایی از قبیل کشکول و تبرزین و زنجیر یزدی و شمایل حضرت امیر علیه السلام با زلفقار به روی زانو و قنبر پشت سر آن فضای کوچک را سر و صورتی هر چه تمام تر داده بود. مانند مرشدهای زورخانه زنگی بالای دکانش آویخته بود و همین که مشتری خوش سر و وضعی وارد می زنگ را به صدا در می و از گلاب غمسری که در بغل دست داشت قدری در کف دست تازه وارد می ریخت و بر یادش بلند میشد که بر حبیب خدا و خط به انبیا صلوات و دکاندارهای اطراف هم گاهی دست جمعی و زمانی به تک و توک جواب سلواتش را میدادند داده بود این دو بیت را هم به مناسبت کلمه دوغ در آنها که مشتری های به سر برایش خوانده بودند تا بهای دوغ را نیمه بپردازند و اولی از سعدی در گلستان و دومی از مولوی مصنوی است به خط نستعلیق زیبا بر روی تخته رنده دیده و صاف شده ای نوشته بودند و با تذهیب و قاب طلایی بر سینه آن قلمکارهای نگار نشانده بودند غریبی گرت ماست پیش آورد دو پیمان آب است و یک چمچه دو تا به کی گویی دروغی بی فروغ. دوغی ای نا اهل دوغی دوغ دوغ و باز ابیات دیگری از مولوی مانند باده ی حق راست باشد نی دو خوردی دو خوردی دو دو و یا این ابیات که در اسرارنامه شیخ عطار آمده است چه سال تو از چل به هشتاد به نزدیک من آیانگاه چون باد گواره با خداره دوغ خاره که با دوغت کنم اندر گواره به عمری این گواره باختی تو ولیکن دوغ در وی یافتی تو دو بیت دیگر از عطار که با خط نسخ تحریر یافته و تصحیب کاری شده بود یکی پرسید از آن مجنون معنی که کیست این خلق و چیست این کار دنیا چنین گفت او که دوغ است این همه کار مگس بر دوغ گرد آمد به یک بار دوغ فروش ما همین که میدید کسی متوجه این قطعه هاست میخندید و با لحن شوخی و مزاح میگفت خاطرتان جمع باشد دوغ ما از این نوع دوغ ها نیست و دوغ صحیح و نسب و تمام ایار است و دیگران هم با خنده او خندان میشدند و میگفتند ای والا مرشد نویسنده این سطور را به خاطر دارد که در دوران کودکی وقتی برای نوشیدن دوغ در آن پستوی بسیار دلپسند میرفتم و روی یکی از چهار پایه ها که در اطراف نهاده بودن می نشستم و دوغ خونکی را که یک قطعه یخ بلوری بر گوارایی آن مبلغی می افزود جرعه جرعه می نوشیدم و زیر لب این بیت مولوی را تلاوت می کردم به یادم می آمد که مردم به رسم شوخی و مزاح به هم می گفتن دوغی یعنی آدم کم رنگ و بو و کم خاصیت هستی و تعجب می کردم که چند صد سالی پیش از آن مولوی هم همین اصطلاح را استعمال کرده بود یادم رفت بگویم که قطعه دیگری هم باز به خط نستعلیق با این کلمه قصار که دنیایی معنی و حکمت در آن نهفته و بیگمان از پرمغزترین و تسلا ترین کلماتی است که از دهان اولاد آدم بیرون جسته است این نیز بگذرد بر سینه دیوار چسبیده بود که کشیده ی کلمه نیزش مدتی ذهن مرا مشغول و مجذوب می داشت و کشتی وسیع و با فخامت باد پیمایی را در خاطر مجسم می ساخت که بدون اعتناب دنیا و مافیها آرام و پدرام به روی امواج دریای بیکران زمان و مکان روان بود و هر ذره ای از ذرات وجود و ساختش به زبان یقین به گوش جان می گفت خواهیم رسید افسوس و صد افسوس که دنیای قدار کارهای بس ناهموار و ناهنجار و ظالمانه ای هم دارد که بوی ستمگری می دهد. و در گذشته و حال مایه آن همه چون و چراها گردیده است و شیخ شیراز در توجیه آن همینقدر توانسته بفرماید که فرشته ای که وکیل است بر خزاین با چه غم خورد که بمیرد چراغ پیرزنی روزی بوی دود برخاست و معلوم شد پستوی دکان مشتی غمبرعلی آتش گرفته است لابد آتش سیگار و یا چپوق یکی از مشتریهای قفلتکار کار سبب شده بود تا آمدن به خودشان بجنبند که گرگر و شراری آتش از دهانه پستو به بیرون افتاد غمبرالی ها و سراسیمه خود را به درون پستو انداخت و بیدرنگ بیرون آمد در حالی که آتش به ریش و سبیل و یقه و دامن و قبایش افتاده بود و مردک مانند مشعل میسوخت و با دو دست جلو چشمهایش را گرفته بود. هر طور بود آتش را خاموش کردند ولی دار و ندار مرد دوغ فروش تعمه آتش شد و از همه بدتر زبانه آتش ابرو و مژگانش را هم سوزانده به چشمهایش رسیده بود و چشمهایش دیگر چیزی نمیدید. وقتی وقت بخت بر میگردن. خیال کردن چشم صدمه مهمی ندیده است و که حال علاج خواهد کرد. ولی که حال نتوانست علاج کند و قمبرالی کور ماند که ماند. دکانش بسته شد و در و تخته کردند. با آنچه اسباب و اساس باقی مانده بود به فروش رفت و دوغ فروش ما خانه نشین گردید. منزلش در نزدیکی تکیه منوشهرخان در جوار شیشهگرخانه بود. زنش حبیب سلطان شجاعتی به خرج داد که باور کردنی نیست. ولی چه فایده که شوهرش در اثر غم و غصه علیل گردید و دیگر نه اشتها برایش باقی مانده بود و نه بنیه و نیروی مقاومت به زودی بستری شد و چنان افتاد که دیگر قد علم کردن نداشت و دو سه ماهی بعد جنازش را از همان خانه یک راست به قبرستان بردند خدا بیا که باز مدتی آوازش به گوش اهل بازار می رسید که بنوشید به یاد لب تشنه ابا عبدالله الحسین کرایه آن خانه برای حبیب سلطان سنگین بود تقریبا آنچه از اسباب خانه قیمتی داشت رفته رفته به فروش رفت و سرانجام روزی رسید که حبیب سلطان هم در پی منزل ارزانتری برآمد و در یکی از همان خانه های کرایه ای جنوب شهر که در آغاز داستان بدان اشاره رفت که شاید بتوان گفت که عاقل مرتوب و نیمه تاریکی بیش نبود و در آنجا ساکن گردید این خانه حکم کاروانسرای تنگ و دل گرفته و بیفروغ و بیترکیبی را داشت که در حد یک از ده دوازده سلدونی آن به نام اتاق خوانده میشد خانواده زندگی میکرد میگوییم زندگی خود خواننده هست خواهد زد که چگونه زندگی مقصود است اشخاصی به صورت آدمیان در آنجا سکنا داشتند که برای یک لغم نان تا روز روشن میشد و تا روشن بود بایستی جان بکنند و شب نیم مرده به محض اینکه با غذای کم قوت و ناکافی صد جو کردند از زور خستگی و کوفتگی بیفتند و به خواب بروند تا باز روز شروع گردد و مانند هر روز دیگری از عمر باز به همان کار و همان مصیبت لای مشغول گردند و به قول شاعر به چنین مرگ تدریجی نام زندگی بدهند چنان که میدانید حبیب سلطان پیرزن بود و در بسیاری از کارهای مربوط به خانداری و کدبانوی پخته و ورزیده بود و نام پیدا کردن برایش مشکل نبود از آب و جارو و شستشو و پخت پز و دوخت و دوز گرفته تا کارهای دیگری از نوع زنجیر بافی و نقده و گلابتون و قلاب دوزی و حتی قالی و قالیچه بافی سردشته داشت و زنی نبود که برای به دست آوردن معاش عاجز و ناتوان باشد دست پخت حبیب سلطان شهرت داشت و چلو کبابی میپخت که هیچ چلو کباب بازار ولو آشپز اهل تبریز هم باشد به پایش نمی رسید. اما از آشپزی جدید فرنگی هم بی اطلاع نبود و مخصوصا کتلت دستدار را با سیب زمینی فرید طوری به عمل می آبر که فرنگی ها دست مریزاد می گفتند. هرچه داشت و نداشت به استثنای چند تک لباس شوهرش که به رسم یادگار نگه داشته بود و هل و گلاب و تربت لابلای آن خوابانیده با جان شیرین برایش برابر بود سایر اسباب های خانه را کم کم فروخته بود و با اسباب بسیار اندکی وارد منزل تازه گردید علیل شده بود و غم و قصه جز پوست و استخوان چیزی برایش باقی نگذاشته بود ولی طبعا شجاع بود و فهمیده بود که یا باید بمیرد و یا اگر ایمان دارد و باید زنده بماند مجبور خواهد بود به هر وسیله ای که هست یک لغمنان به دست بیاورد چادر نماز را به کمر میبست و از هر کاری که پیش می آمد رو برگردان نبود و نه تنها از وقتی معاش خود بر می آمد بلکه هر روز می توانست مبلغ مختصری هم در حدود چند صاحب قران ذخیره نموده در گوشه یختانش که قفل بزرگی بدان میزد و کلیدش هم همیشه به گردنش آویخته بود پنهان سازد آرزویش همان آرزوی شوهرش بود که روزگار جفاکار مهلت نداد انجام بدهد آرزوی مشهدی قمرعلی زیارت امام هشتم بود و جز آن آرزوی دیگری نداشت و از خدا میخواست که در همانجا در جوار مرقد متحر امام هشتم که زامن آهو و دوستار کس و کار و یار و یاور قریبان است به خاک برود حبیب سلطان نظر کرد که نایب و زیاره شوهرش بشود هم برای آنکه آرزوی شوهرش برامده باشد و هم خودش استخوان سبک کرده باشد و همینقدر که ذخیره کافی فراهم آمد راه مشهد مقدس را پیش بگیرد خوابها میدید و حسابها میکرد و دلخوش بود که اسباب کار رفته رفته داشت مهیا میشد فکر میکرد اگر با کاروان و زوار حرکت کند سوابش بیشتر خواهد بود و گوش به زنگ روزی بود که بتواند به آواز چابش که همگانیم زایران صفا هر که اهل صفاست خوش باشد زایر مشهد رضا هستیم هر که اهل رضاست خوش باشد با قافله به راه بیفتد وقتی خدا در عالم فکر و تصور سوار بر پشت قاطر در راه مشهد میدید دنیا را فراموش میکرد و ذوق زده میشد و به اصطلاح در تقار وجودش قند و شکر میریختند و هر غم و قصه ای را فراموش میکرد گویی تفلیس تازه به دنیا آمده شکر رزاق را به جا می آورد و با خاطر شاد می خوابید و چه خوابهای خوشی که نمیدید در و همسایه حالا چند کلمه هم از در و همسایه حبیب سلطان بشنوید در آن خانه کذایی که مسلمان نشنود کافر نبیند کرایه نشین بسیار بود ولی حبیب سلطان با کسی سلام و علیک پیدا نکرده بود همسایه دیوار به دیوارش جاهل زنی بود قدری از خودش جوانتر که شوهرش زیر آوار رفته بود و با دخترکی شش هفت ساله به نام زهره در آن اتاق منزل داشت دیوار بین دو اتاق به قدری نازک بود و کاهگلش به مرور ایام ریخته و پاشیده بود که دو همسایه صدای همدیگر را به آسانی میشنیدند. شنیدن. زهره دخترک خوشچشم و ابرو و شیرین زبانی بود بسیار بهانهگیر زیاد گریه راه می انداخت و مادرش را عذاب می داد. اما وقتی هم که سر دماغ بود و شیرین زبانی می کرد صدای خنده مادرش به خوبی به گوش حبیب سلطان می رسید و حبیب سلطان هم با آنکه با آنها زیاد آشنا نشده بود به خوشی آن مادر و دختر دلخوش می کردید. مادر زهر کاری پیدا کرده بود که در همان اتاق انجام می داد و با دخترکش در نهایت فقر و فاقه به سر می برد. گاهی حبیب سلطان صدای گریه او را می شنید و به قدر وسع خودگاهی کمک مختصری به آنها می رسانید. کار آن زن رفوگری بود و از بازار فرش و پارچههایی را که محتاج رفو بود برایش میآوردند و درباره مزد قرار و مدار لازم را میدادند و سر موقع می آمدند و تا مزدش را بپردازند و جنس رفو شده را ببرند بیچاره زن از بس رفو کرده بود انگوشت های دستش مجروح شده بود و مجبور بود با دستکش مخصوص کار بکند زهره هنوز به مدرسه نمی رفت و تنگ دل مادرش افتاده بود و حوصلش سر می رفت و بنای نقنق را می گذاشت و اگر حبیب سلطان برای انجام کار بیرون نرفته بود و در اتاقش بود از شنیدن صدای گریه بچه ناراحت می شد حبیب سلطان حتی المقدور با در و همسایی رفت و آمدی نداشت و معتقد بود که هر کس درد خود را دارد و نباید موی دماغ دیگران گردید با مادر زهره هم تقریبا به همین منوال معامله میکرد و جز سلام و علیک معمولی رابطه ای با مادر و دختر پیدا نکرده بود. بدون آنکه کلام سعدی را بداند طبعا بدان عمل می کرد که آتش از خانه همسایه درویش مخا کانچه بر روزن او میگذرد دود دل است. زمستان سختی گذشته بود و هوا کم کم بوی بهار میگرفت و نوروز داشت نزدیک میشد و همین فرا رسیدن عید کافی بود که حتی ساکنین آن خانه که هر یک از ده دوازده اتاقش حکم فصلی از کتاب مصیبتنامه اتار را داشت به جنب و جوش بیفتد که بوی زنده بودن و در طلب زنده ماندن را میداد در بسیار از اتاقها یک کوزه یک گل سمبول هنوز شکفته نشده دیده میشد و زنها به کار آب و جارو کردن اتاق و گردگیری مشغول شده بودند و بر سر و صدا افسوده شده بود و روی هم رفته گویی پرده رنگینی بر روی آن همه ملال و هم و غم کشیده شده بود امشب حبیب سلطان زودتر به منزل برگشته است و چون درست روز به روز سه سال است که از مرگ شوهرش میگذرد خیال دارد برای مغفرت شوهر یک دور تسبیح سلوات بفرستد و سی و چهار رکعت نماز به جا بیاورد. هنوز مشغول نشده بود که با صدای گریه و بهانهگیری زهره بلند شد. آن روز مادر زهره کار را تعطی ساخته دختره که خود را اولین بار به باغ ملی برده بود. که هم خودش قدری هوای تازه بهار را استنشاق کند و هم شاید زهره بتواند با بچه های دیگر قدری بازی کند خوراکی را که با چاشت بند با خود برده بودند همانجا خورده بودند و های خوشی گذرانده و اکنون به خانه برگشته بودند زهره در آنجا دخترکی را دیده بود به سن و سال خودش که با عروسکی بازی میکرده است هرگز عروسک آنم عروسکی بدان زیبایی و ظریفی به عمرش ندیده بود و یک دل نه صد دل خواهان و عاشق آن عروسک شده بود اکنون به جز آن عروسک ذکر و فکری ندارد و هر دو پا را در یک کفش کرده و گریه کنان از مادرش یک چنان عروسکی می طلبد. فریادش بلند است که عروسک می خوام عروسک می خوام. صدای مادرش به گوش می رسید که زهره تو که جان مادرت را به لب رساندی آخر دختر این عروسک ها را از فرنگستان میآورند و به قدری گران است که برای من تو ساخته نشده است. با پول یک چنین عروسکی منو تو میتوانیم یک ماه زندگی کنیم اینها مال آن اعیان و اشرافی است که وکیل و وزیرند و نوکر و کلفت و اتومبیل دارند به خدا از بس ونگ زده ای چنان هم سر رفته که چیزی نمانده گری راه بیاندازم از من شیر مرغ و جان آدمیزاد میخواهی مگر من روی گنج خوابیدم مگر دیوانه شده ای مگر نمیبینی که ما روغن نداریم روی نان خالیمان بمالیم و تو از من توقع داری که ستاره آسمان را برایت به زمین بیاورم تو داری مادرت را دقکش میکنی خدا مرا مرگ بدهد تا از این زندگی ادبار خلاصی بیابم اما گوش زهره به این حرفا بدهکار نبود و آه و ناله مادر تو گوشش نمیرفت و میزارید و مینالید و عروسک میخواست حبیب سلطان مشغول نماز دعا بود و سعی داشت که گفت شنود و شنود همسایه هایش فکرش را مشوب و عبادتش را باطل نسازد. نیمه های شب بود که صدا خاموش کردید خواب مانند کفن فرسوده و پوسیده ای ساکنین آن خانه های درد و مهنت و آن بیتل حزن قمفزا را در لابلای خود پیچید. حبیب سلطان هم پس از نماز و سلواتی که خالی از عجله و خستگی نبود چراغ را خاموش کرد و رخت خوابش را انداخت و به رخت خواب رفت و چنان خسته و کوفته بود که حتی پریشانی خاطر مانع نگردید و طولی نکشید که به خوابی رفت که بیشباهت به مرگ نبود خواب قیبی خواب عجیبی دید باید از زبان خودش شنید می گفت دیدم که تاق اتاقم شکاف و یک آهویی که مثل خورشید و کودکی بر او سوار بود در وسط اتاقم پایین آمد چنان نور از هر موی بدنش بیرون میجست که چشمم خیره شد چشمم رو بستم و وقتی از نو باز کردم دیدم همون جای با و با اون چشمای درشت و نافذش به من نگاه میکنه و مثل اینه که میخواد با من حرف بزنه در همون اسنا متوجه شدم که بچه پشتش نشستی یک عروسکه عروسکی بی نهایت زیبا و خوش سر و وز با چشای آسمانی رنگش منو نگاه میکرد و لبهاش به هم میخورد چنان که یقین کردم داره با من حرف میزنه چنان حیرت زده بودم که ترسیدم عقلم زائل شه زبونم بند اومده بود دست و پامو گم کرده بودم و نمیدونستم چی باید بکنم ناگهان آهو به حرف اومد و گفت ای حبیب سلطان ما مهمون تو هستیم ما از مشهد حضرت رضا میایم و از جانب امام شهید برات سلام و دعا آوردیم من همون آهویی هستم که به زمانت امام هشتم علیه السلام از مرگ خلاصی یافتم و به همین مناسبت اون حضرت زامن آهو خونده شده حضرت صدای تو رو شنید و ما رو معمور فرموده که پیامش رو برات بیاریم بدان و آگاه باش که دعات مستجاب شده و شوهرت مشمول مغفرت و آمرزشه و از سای جام یاقوت به دست در کنار حوز کوسر دامن بسته ایستاده و همونطور که در این دنیا آواز میداد آواز میده که بنوشید به یاد تشنه شهید کربلا و به اهل بهشت شرابن تهورا می نشونه و خودتم هم آمرزیده خدایی هستی و طاعت و عبادتت مقبول درگاه الهیه ای حبیب سلطان تو مؤمنه حقیقی هستی و مورد نظر خاص حضرت امام رضا هستی و حضرت سلام رسون پیغام داد که تو به ما چنان نزدیک شدی که حاجت به مسافرت و منزل پیمایی نیست هر جا باشی با مایی و ما هم با توییم زیارتت قبول و آمرزیده پروردگار عالمیانی و ما به هیچ وجه راضی به زحمت تو نیستیم و هر جا به خاک بری مثل اونه که در جوار تربت ما به خاک رفتی این عروسکم فرستادم تا تنخواهی رو که برای زیارت ما به کنار گذاشتی همین فردا با خودت برداری و در بازار شهر در کیمچه حاجب و دوله در فلان دالان به فلان مغازه بری و عروسکی رو که به همین عروسکی که بر آهو سوار کمال شباهت رو داره خریداری کنی و برای دخترک همسایت به رسم عیدی نوروز هدیه بدی حبیب سلطان دنبال این داستان شگفتانگیز را چنین می آورد می گفت از خواب جستم میلرزیدم و هنوز صدای آهو در گوشم زنگ میزد. زن. هوا روشن رو و تاریخ بود و بوی عطری که مثل اونا هرگز به دماغم نرسیده بود اتاقم رو معطر کرده بود چشمم به تاق اتاق افتاد همون جایی که شکافته شده بود و آهو از آنجا وارد اتاقم شده بود شکافی ندیدم ولی همونجا چنان که گویی خورشید در اونجا طلوع کرده باشه تتق میزد به طوری که چشم رو خیره میکرد به سجده افتادم و الله و اکبر الله و اکبر گویان سجده شکر بجا جا بردم چشمامو بستم و تصویر رو به دست گرفتم و صد بار دیگه سلوات فرستادم صبح همون روز پولی رو که ذخیره کرده بودم برداشتم و چنان که شده اطاعت کردم و یه راست به جایی که دستور رسیده بود رفتم و وقتی چشمم به اون عروسک که کاملا به عروسک سوار به آهو شباهت داشت افتاد چنان قلبم بنای تپیتن و یه گذاشت که ترسیدم به زمین بیفتم بدون چک و چانه خریدم سپردم در قوطی مقوایی قشنگی توی کاغذ رنگارنگ گذاشت قیمت رو هم با منت پرداختم و قوطی به زیر بغل راه افتادم از مغازه دیگه ای که قدیم می شناختم، یک جفت کفش بچگونه و یه پیراهن و دامن زنانه مرقوب هم برای مادر خریداری کردم و در همون قوطی جا داد و دوباره قوطی رو بستم و نخ به دورش پیچیدم و صاحب مغازه خواهش کردم روی یه قطعه کاغذ سفید بنویسه ایدی خال خدا داد به طوری که کسی متوجه نشه با خود به خونه آوردمش و صبر کردم تا نورو سر رسید پشت در اتاقم قوطی به دست واسادم و چشم به در اتاق همسایه مادر زهره دوختم و اونقدر انتظار کشیدم تا با دخترش برای رفع حاجت از اتاق بیرون رفتم خودم رو طوری که احدی نبینه به اتاق اونا رسوندم و قوطی رو در پشت در اتاق گذاشتم و در رو پیش کردم و اتاق خودم برگشتم برگشتن و قوطی رو دیدم صداشون رو میشنیدم لازم نیست بگم چی شنیدم و چه حالی به من دست داد خودم رو درست در بهشت دیدم و به چشم خودم دیدم که درهای رحمت الهی برون باز شده و چنان خودم رو به خدا و امام نزدیک دیدم که گویی دیگه فاصله ای در میون باقی نمونده بود ژنو نوروز 1352 شمسی